برای اینکه بیشتر بتونیم خودمون رو نزدیک بکنیم به اون کاخ عظیمی که فردوسی بزرگ بهش اشاره میکنه دست بیازیم، قرار هست که در خدمت مهمانی باشیم به شکل مستمر در برنامه امروز البرز و از دانش ایشون بهره ببریم در این برنامه. سرکار خانم فاطمه منشیپور که کارشناس ارشد زبان ادبیات فارسی هستند و هم نویسنده و ویراستار و پژوهشگر در این حوزه. خانم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، روزتون بخیر، خیلی خوش اومدید. درود بر شما، من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همراهان ارجمند این برنامه. خیلی ممنونم از اینکه محبت کردید با ما همراه هستید و سعی می‌کنید زبان ما رو اصلاح بکنید در طول این برنامه. بزرگوارید خانم منشیپور، من می‌خوام با یه واژه همین اول برنامه آغاز بکنم گفتگومون رو. پاییز آمده و تغییر فصل باعث میشه که یه حساسیت‌هایی وجود داشته باشه، عطسه و آبریزش بینی و اینها. یه واژه‌ای ما به کار میبریم که نمیدونم معادل فارسیش چی میتونه باشه و شما ما رو راهنمایی بفرمایید. میگیم ما آلرژی داریم، میگیم ما سرما خوردی، میگه نه آلرژی دارم. این آلرژی رو چی بذاریم جاش؟ بله خیلی خوب خودتون باب بحث رو باز کردید، قبلش هم اشاره کردید، گفتید که یک حساسیت‌هایی هست. دقیقاً واژه‌ای که برای آلرژی ما در نظر می‌گیریم حساسیته و انواع حساسیت. آلرژی واژه در واقع تخصصی و پزشکیه که معرفی شده و اصالتاً این واژه فرانسویه، ولی ما براش حساسیت رو به کار می‌بریم. آلرژی فصلی، حساسیت فصلی، آلرژی‌هایی که به آلودگی‌ها دارن میشه حساسیت آلودگی و انواع حساسیت‌ها. واژه حساسیت که الان من به کار بردم واژه کاملا درست به کار بردید و این واژه خیلی هم جا افتاده. اصراری نیست که ما حتما براش آلرژی رو به کار ببریم، چون این واژه واژه‌ایه که وقتی ما میگیم حساسیت معنی رو میرسونه، احتیاجی نیست که حتما بخوایم واژه تخصصی پزشکی به کار ببریم. حالا اگر در حیطه پزشکی استفاده بشه هیچ شاید مشکلی نباشه، ولی در محاورات روزمره نیازی نیست. خانم منشیپور، من یه سوالی اول ماجرا با شما مطرح بکنم، چون قرار است در هفته‌های پیش رو هم با شما همراه باشیم، این رو با هم دیگه تعیین تکلیف بکنیم ما مخاطبای محتوای خوب برنامه. اینکه ما اصرار بکنیم برای هر واژه‌ای یک معادل داشته باشیم، آیا اساساً در دنیا مرسوم هست و اصلا صحیحه همچی کاری بکنیم ما؟ مثلا فرض بفرمایید من در بخش قبلی با آقای دکتر قربانی صحبت می‌کردم، مثلا ایشون گفتن آقا بیماری آنوریسم. خب آقا این دیگه اینه دیگه، نمیتونیم بگیم که آقا به جایی که بگیم آنوریسم بگیم گشاده پاره شدن رگ‌های مغزی. حتما لازم هست که واژه جاش بگذاریم. ببینید مثالی که شما زدید کاملا تخصصیه تو حیطه پزشکی، نیازی هم شاید نباشه. تو واژگان تخصصی ما خیلی اصراری نداریم که معادل سازی بشه، یعنی معادل سازی بشه ولی این معادله بخواد استفاده بشه. ولی تو محاوراتمون، تو گفتگوهامون، یکی از چیزایی که به قنای زبان منجر میشه همین معادل سازیه. اگه ما اصراری نداشته باشیم، به نظر من که باید این اصرار باشه و درسته. همه زبان‌های دنیا و همه ملل دارن این کارو میکنن. یعنی اینو من البته بر اساس تحقیقی کردم میگم، نه اینکه بخوام حالا بر اساس تعصبی که دارم بگم، نه، ولی در گفتگوهای روزمرهمون اگه ما این اصراره رو نداشته باشیم، این دقت رو نداشته باشیم، کم کم پیکره زبانمون نحیف میشه و زبان اون شاخ و برگ‌ها، اون واژه‌سازی و زایایش رو از دست میده. خب چه بهتر که این کار رو بکنیم در واژه‌هایی که خیلی متداوله و تو روزمره استفاده میشه، مثل همین آلرژی که حساسیت خیلی ها میگن. اگر یک پزشکی بگه ما بهش خیلی ایراد نمیگیریم، ولی اگر یک پزشک اینو به بیمارش توضیح بده و نگه آلرژی یعنی چی، شاید بیمار براش یک ابهامی ایجاد شه، ندونه که این مشکلش چیه، معضلش چیه. در اینجا خب لازمه که باشه. بسیار خوب، اما باید از این ور هم نگاه بکنیم که واژه‌هایی که جایگزین این واژه‌ها میشن واژه‌ای باشه که بشود ازش استفاده کرد. حالا معادل‌های خیلی زیادی رو داریم اینجا که حالا وارد این بحث نمیشه. پس تکلیف ما معلوم شد که قرار هست که راجع به همه واژه‌ها این گفتگو رو بکنیم، اما واژه‌های تخصصی سر جای خودشان هستن. ما سعی بکنیم که تا میتونیم زبان فارسی رو در محاوره به کار ببریم. خب خانم منشیپور بفرمایید که واژه‌هایی که امروز برامون به ارمغان آوردی در چه حوزه‌ای است؟ من چند تا نمونه‌ای که خیلی پرکاربرد، البته سعی می‌کنم تو برنامه‌های بعدم هر کدوم چند تا نمونه بیارم. ببینید یک واژه‌ای ما داریم که خیلی هم استفاده میشه، تکنولوژی. بله. و شما می‌دونید برابر فارسی فناوری.
بله فناوری. یعنی اون دانشی که در واقع حالا ما به کار میگیریم و ازش استفاده میکنیم. خب واژه‌ای که استفاده شده، یعنی معرفی شده از سمت فرهنگستان، واژه‌ای که گویای این معنی است و خیلی هم جا افتاده، ولی همچنان دوستان اصرار دارن که تکنولوژی رو استفاده کنن. نمیدونم چرا، شاید از سر راحت طلبی یا ناآگاهی باشه. این که میگم راحت طلبی یعنی که خیلی آسون میگیرن بحث زبان رو، اولین واژه‌ای که به ذهن متبادر میشه رو میگن و نمونه هایی که تو ذهنشون دارن از اون الگو میگیرن. حتی یه چیزی هم هست خانم منشی‌پور، یه اومدم بگم اینرسی ایستایی وجود داره در وجود ما که سعی میکنیم به هر حال روبروی تغییر یه قدری مقاومت داریم. بعد یه خورده این رو این هم مثلا یه کار فرهنگی بکنیم که وقتی که یک واژه جایگزین میشه، مثلا فرض بفرمایید الان واژه پیامک واقعا دیگه جا افتاده، کمتر از کسی میشنویم که مثلا واژه اس ام اس رو به کار ببره. پیامک یا پیام کوتاه واقعا نشسته سر جای خودش. به نظر من باید یه قدری تو این حوزه هم کار جدی بشه و این هم میطلبه که همه ما سعی بکنیم که واژه معادل رو به کار ببرید. دقیقاً. و اینکه خب رسانه هم خیلی کمک میکنه تو بحث پیامک، قطعاً استفادهش تو رسانه خیلی کمک کرده، مثل یاران است. بله. که قبلاً حتما خاطرتون هست که واژه سوبسید رو ما استفاده میکردیم، خیلی هم پربسامد بود، ولی بعد از اینکه یارانه به اون شکل منظمش در واقع هر ماه پرداخت شد و تو اخبار درباره‌اش صحبت شد، کم کم اومد بالا. میخوره قیمتش به چیز عددش بزرگتر شد. اصلا خودش نشست چون برای مردم مهم شد. هرچند که الان یارانه و رایانه با هم دیگه قاطی میشه وقتایی، ولی اونم کمک میکنه که ما در واقع ذهنمون پویاتر باشه. یعنی قبل از اینکه واژه‌ای رو به زبان بیاریم یه اندکی فکر کنیم که آیا داریم درست استفادهش میکنیم. تو همه زبان‌ها هم داریم دیگه این رو، شباهت‌های آوایی رو ما تو همه زبان‌ها داریم، مختص زبان ما نیست. من بحثی که بعضی موقع با دوستان دارم، به ویژه با دانش آموزا، یک تعصبی دارن رو زبان انگلیسی به خاطر اینکه حالا فکر میکنن زبان بین المللیه، که فکر کنم با سواد ترن اگه اینجوری حرف بزنن. بله، یک جور فکر میکنن که از یک جریانی جا نمیمونن و تو این جریان هستن. واقعیتش اینه که اونها هم انگلیسی زبان ها هم تو املا همین شباهت ها رو دارن، هم تو تلفظ ها، یعنی ویژه زبان ما نیست. بله. ولی نمیدونم چطور شده که ما زبان خودمون رو خیلی دست کم میگیریم و فکر میکنیم که اینا عیوب زبانه. در واقع اینا ویژگی زبانه، عیوب زبان نیست. بله. یه واژه دیگه هم حالا فرصت کمه بگم، ورکشاپ رو خیلی میشنویم، که حالا شما بگید. من اومدم که ازتون امتحان بگیرم. خودت پرسید کارگاه. کارگاه عملی آموزشی. یعنی یکم که تخصصی تر بهش نگاه کنیم، اون بحث آموزش توش خیلی پررنگه. کارگاه آموزشیه که متاسفانه خیلی هم داره ورکشاپ استفاده میشه. آره، ورکشاپ از اون واژه هاییست که هنوز کارگاه ننشسته به جاش، هرچند که خیلی هم داره تکرار میشه، ولی به نظر من هنوز معنی ورکشاپ میرسونه کارگاه. آره. آموزشی، ولی نمیدونم، یا دوره آموزشی، ولی چون دوره ها آموزش ها در واقع کارگاهیه و به صورت تجربی انجام میشه، این رو باید اون کارگاهش خیلی تاکید بشه. این رو مسئولین دانشگاهی و آموزش پرورش باید قدری دقت بکنن که آرام آرام این واژه کارگاه آموزشی رو به جای ورکشاپ بتونن جا بندازن. بله. و انیمیشن. اون که دیگه تقریبا همه دیگه میگن پویانمایی. میدونن پویانماییه، ولی خب انیمیشن شاید چون خیلی پرکاربرد بوده یا شاید دوره طولانی استفاده شده. بله. و بعد براش معادلی تعریف شده، این دقیقا یکی از آسیب هاست که ما دیر اقدام میکنیم برای اینکه معادل رو معرفی کنیم. وقتی که معرفی میشه برابر جدید، واژه قبلی دیگه تو گوش مردم آشناست و براشون یه جورایی ملکه شده. این خیلی آسیب میزنه. خب این البته یه کاریه که از حیطه من شخصی یا حالا دوستانم خارج میشه، ویراستار خارج میشه، بیشتر بحث مدیریتی و نهادهای فرهنگستان و نهادهای دانشگاهی باید این تصمیم رو بگیرن. اتفاقا از حوزه شما خارج نیست، وقتی که اینجا حضور پیدا میکنید و این واژه ها رو معرفی میفرمایید، در فرهنگ سازی استفاده از این واژه ها قطعا کمک خواهد کرد. پس 4 واژه رو امروز بهش پرداختیم. به جای آلرژی بگیم حساسیت، به جای تکنولوژی بگیم فناوری، به جای ورکشاپ بگیم کارگاه آموزشی. بله. و به جای انیمیشن هم بگیم پویانمایی. بله، شما خیلی خیلی ممنون شما. دست دانشجو هستید که همیشه نمره خوب بکنم در درجه گرفتید. آره، من نمره خوب بود معمولا. خیلی سپاسگزارم از شما خانم بود. اگر بدید من نکته ای رو پیشاپیش بگم. وقت نداریم، سریع بفرمایید. بعد درباره هفته بعد که بله بله بفرمایید. ما روز حافظ رو داریم 20 مهر،
که روز قبلش من خدمت میرسم درباره واژگانی از دیوان حافظ قرار صحبت کنیم. اگه دوستان حالا سوالی در این زمینه هم دارن میتونن بپرسن که بله به سامانه پیامک برنامه به پیامک بفرستن و پرسش خودشون رو داشته باشن، ما حتما به دست خانم منشیپور میرسونیم و از سواد و دانش ایشون بهره میبریم. خیلی سپاسگزارم از شما، ممنونم از اینکه باز هم با ما همراه خواهید بود. با خانم منشیپور خداحافظی میکنم، بریم یه بخش تصویری ببینیم و برگردیم.